دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. هفته گذشته هفته بسیار جالبی بود. بعد از ترور اسماعیل هنیه خبر بسیار جالبی هم در بنگلادش اتفاق افتاد. اعتراضات دانشجویی بعد از 3 ماه تقریبا، اعتراضات دانشجویی به سهمیه بندی مشاغل و دانشگاه ها برای دانشجویای به اصطلاح سهمیه‌ای، بعد از اعتراضات دانشجویی و اعتراضات جوانان، رئیس جمهور دیکتاتور بعد از 15 سال قدرت رو ترک کرد و کشور رو ترک کرد و رفت به هندوستان. بسیار جالب بود. کشوری 170-180 میلیون نفری، بسیار فقیر، مسلمان، برای دهه ها به اصطلاح حکومت های مختلف دیکتاتوری بعد از استقلالی که از پاکستان گرفتن، بعد از استقلال هندوستان و پاکستان و بنگلادش به اصطلاح کشور مستقلی رو درست کردن و حکومت حاکم برای سهمیه دادن به کسایی که طرفدار خودش بود خواست یک سیستم سهمیه بندی در دانشگاه ها و ادارات درست بکنه، همون چیزی که ما الان در ایران سالها داریم، سهمیه رزمندگان و جانبازان و به اصطلاح کسایی که طرفدار حکومت هستند. اعتراضات هماهنگ مردم باعث شد که در مدت کوتاهی ارتش دیگه نتواند کشتار بکند. ببینید، کشتار کرد، خیلی بیشتر از اون چیزی که ممکنه در ایران کشتار کرده باشه نیروهای سرکوبگر. ببینید، مثلا در یک روز میگم بیش از 100 نفر رو کشت. احتمالاً ما در ایران خشونت بالاتری داشتیم، احتمال بسیار زیاد، به دلیل اینکه حکومت ایران سیستمش فرق میکنه، یک سیستم ایدولوژی که به اصطلاح دین محور داره که کسانی که درش به اصطلاح معتقد بهش باشن فکر میکنن که چه بکشن چه کشته بشن به جنت خواهن رفت. به همین دلیل موضوع خیلی متفاوت است با کشورهای دیگه، ولی استقامت و پشتکار نیروهای مبارز باعث شد که بنگلادش انقلاب بکنه و حکومتی رو که نمیخواست سرنگون بکنه. امیدوارم به سمت دموکراسی بره و امیدوارم تجربه مثبتی باشه. ولی در هفته گذشته ما ترور هنیه در تهران رو هم داشتیم. اگر ایران بخواد پاسخ بده و بعد از این پاسخ اگر اسرائیل بخواد دوباره پاسخ بده، احتمال جنگ هست. یک طرحی بود در گذشته کاندولیزا رایس به عنوان ارائه کرده بود به عنوان خاورمیانه بزرگ، که پیشبینی کرده بود در بیش از 30 کشور خاورمیانه تغییرات در جغرافی سیاسی صورت بگیره و پیشبینی کرده بود اون موقع قبل از سالهای 2000 که عراق حکومتش تغییر خواهد کرد، سوریه تغییر خواهد کرد و مصر تغییر خواهد کرد و چند کشور دیگر رو هم پیشبینی کرده بود. اون موقع کسی باور نمی کرد، ولی بعد از این موضوع صدام حسین برکنار شد، در سوریه جنگ داخلی اتفاق افتاد و پیشبینی ایشون به سمتی بود که ایران رو از ترکیه هم به زودی شامل این تحولات خواهد بود. احتمالاً این مسئله ترور اسماعیل هنیه و پاسخ احتمالی ایران به اسماعیل هنیه، به ترور اسماعیل هنیه، باعث میشه که ایران هم شامل اون تغییر جغرافیای سیاسی بشه، شاید به سمت دموکراسی بره، شاید به سمت کشور فدرال بره و شاید هم به سمت جنگ داخلی و کشوری تجزیه شده. به هر حال وضعیت در ایران به زودی تغییرات بنیادی می خواهد کرد. من در یکی دو سال گذشته هم معتقد بودم که سال 2023-2024 این اتفاق می افته و متاسفانه پیشبینی من درست از کار در نیامد. من پیشبینی می کردم که در این انتخاباتی که احتمالاً در پیش روی دولت ترکیه بود، پیشبینی می کردم که مسائل به سمتی پیش بره که احتمالاً در ترکیه تغییرات بنیادی صورت بگیره، ولی متاسفانه این تغییرات اتفاق نیفتاد. حالا پیشبینی من غلط بود یا اونجا تقلبی در انتخابات به وجود آمد، دیگه من واقعا در جریان کار نیستم. ولی چرا ما نمیتوانیم این تغییرات رو ایجاد بکنیم در کشور خودمون؟ مثلا چرا بنگلادشی ها میتوانند؟ چرا مثلا کشورهایی مثل مصر و چه میدونم لیبی و تونس و اینا میتوانند ولی ما نمیتوانیم؟ واقعیت اینه که ما دو سر به اصطلاح جریانات اجتماعی خودمون، سری که مربوط به حاکمیت میشه و سری که مربوط به اپوزیسیون میشه، دو سر بسیار بسیار تندرو داریم.
هم حاکمیت بسیار تندروه، یعنی حاکمیت برای این که بر سر قدرت بمانه حاضر است که فرزند خودش را هم اعدام بکنه، همونجوری که مثلا در جنتی میبینیم یا در بعضی از کسانی که در اوایل انقلاب فرزندان خودشون را هم اعدام کردن. یک سری به این شکله، یک سری دیگه ما هم در اپوزیسیون به این شکل هستیم. مثلا شما در انتخابات ریاست جمهوری رو نگاه بکنید، در تحولاتی که در خارج از کشور اتفاق افتاد، حالا بعد از مسئله زنده یاد ژینا امینی رو نمیگم، همین انتخابات گذشته ریاست جمهوری رو که آقای پزشکیان انتخاب شد، ما در اروپا شاهد این بودیم عده‌ای از این مخالفان جمهوری اسلامی جلوی در سفارتخونه ها رسما ترور میکردن، یعنی ترور رسما با دشنام گفتن و مزاحمت برای مردم دیگران رو ترور شخصیتی میکردن، اگه دستشون بود اونا رو حتما اونجا میکشتن. یعنی شما ببینید که وضعیت ما به چه شکلی هست. ما اگه قرار باشه حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم و این اراذل و اوباش قرار باشه بیان سر کار، ما بهتره همین است که همین حکومت جمهوری اسلامی بر کار بمونه. برای همین است که ما خیلی از مردم ما حاضر نیستن فداکاری بکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، چون فکر میکنن اگر اینو سرنگون بکنن اراذل و اوباشی بدتر از این قرار سر کار بیاد. ما متاسفانه این حالت رو داریم. شما میتوانید معتقد به انتخابات باشید، میتوانید معتقد به انتخابات نباشید. بنده مثلا معتقد بودم که یا در انتخابات شرکت نباید کرد که من نکردم، و یا اگر قرار باشه زورکی مجبور باشید اون مهر داخل شناسنامتون بخوره برید به سعید جلیلی رای بدید، که رفتید به اصطلاح با آقای دکتر پزشکیان رای دادید، که این دکتر پزشکیان رو من از نزدیک میشناسم، ایشون هم در شهرستان مآباد به دنیا آمده، هم رئیس دانشگاه پزشکی تبریز بود وقتی که ما ماجراهای تیر ماه 78 اتفاق افتاد، ایشون هم رئیس دانشکده پزشکی بود و ما اینو میشناسیم و من میدونم که ایشون هیچ به اصطلاح تفاوتی با آقای جلیلی نداره. تفاوتش اینه که آقای جلیلی ممکن است یک اعتماد به نفسی داشته باشد و بر اساس این اعتماد به نفس یک برنامه هایی رو بخواد خودش انجام بده، هرچند تند روانه، ولی آقای پزشکیان حتی اون اعتماد به نفس رو نداره، همون حرکت هایی که ممکن بود جلیلی انجام بده اون رو هم انجام نخواهد داد. به هر حال در چند روز گذشته برخورد خشن پلیس قضایی رو با دختران نوجوانی رو داشتیم در سر حجاب که در شبکه‌های اجتماعی پخشه، این رو داشتیم که یکی از معترضین قیام ژینا چند روز پیش اعدام شد متاسفانه، و این نشون میده که ما واقعا اون پشتکار لازم رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی نداریم. یکی این که ترس داریم بعد از حکومت جمهوری اسلامی کسی که سر کار میاد بدتر از جمهوری اسلامی باشه، چون تجربه داریم. ما شاه رو به عنوان دیکتاتور سرنگون کردیم و خمینی که سر کار آمد و فکر کردیم که اولاد پیغمبر است بسیار خشنتر و بسیار بسیار به اصطلاح غیر دموکراتیک تر بود از حکومت پهلوی. به هر حال راهی نداریم به غیر از این که سازماندهی بکنیم. وضعیت موجود نشون میده که ایران به هر شکلی مجبور است یک دخالت نظامی بکنه در مسئله اسرائیل و مسئله هنیه، و این دخالت نظامی احتمالاً باعث درگیری های مهمی خواهد شد. این جمهوری اسلامی که خودش ناکارآمد هست، اگه قرار باشه چندین مرکز نظامی و اقتصادیش هم مورد حمله موشکی قرار بگیره، احتمالاً بسیار تزلزل پذیرتر خواهد شد. شما فراموش نکنید که دیکتاتوری شیلی بعد از جنگی که در جزایر فالکلند به وجود اومد با انگلستان، دیکتاتوری شیلی بعد از شکستی که در اونجا خورد حکومت خودش رو هم از دست داد. وضعیت به این شکل است که این دیکتاتوری احتمالاً با درگیری که بر سر اسماعیل هنیه به وجود خواهد آورد، احتمالاً پایه‌های قدرتش متزلزل‌تر خواهد شد و شکست خواهد خورد و سرنگون خواهد شد. من پیش بینی این است که این اتفاق به زودی زود اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم که اگر موقعیت اعتراضی پیش آمد، با حفظ امنیت شخصی، با حفظ امنیت اطرافیانتون سعی بکنید که به شکلی اعتراضات بر دوام باشه که بتواند تأثیر گذار باشد. امیدوارم که در آینده نزدیک در ایرانی آباد و آزاد و دموکرات همدیگر از نزدیک ملاقات بکنیم و با همدیگه به سمت ایرانی دموکرات و آزاد پیش بریم. با امید دیدار شما در ایرانی آزاد.